خب دوستان، ازتون سوال کرده بودم که اون کدوم نقاشی که توش به تئوری نسبیت زمان آلبرت انیشتین اشاره کرده. بله، نقاشی Persistence of Memory یا دوام حافظه سالوادور دالی. به این تئوری انیشتین Time Dilation یا اتساع زمان میگن. اما این تئوری چی میگه؟ یعنی زمان میتونه منبسط و منقبض بشه. یعنی هر چقدر شما سریعتر در فضا حرکت کنید، زمان براتون آرومتر میگذره. گذشت زمان به سرعت بستگی داره. انیشتین این تئوری رو در سال 1930 کشف کرد و اسم اون رو Special Relativity یا نسبیت خاص گذاشت. اون ثابت کرد که برخلاف درک عموم از زمان که یک واقعیت ثابته، زمان میتونه متغیر باشه و بستگی به سرعت و فاصله داره. دالی به مسائل علمی علاقه بسیار زیادی داشت و مطالعات زیادی در این زمینه میکرد. تفسیرهای مختلفی در مورد این تابلو سالوادور دالی وجود داره، ولی مهمترینشون اینه که اون با نشون دادن این ساعتهای در حال آب شدن خواسته در واقع بگه که محاسبه زمان امریز پیچیده و نسبی، نه امریز ساده و ثابت که بشه با ماشینهای سادهی مثل ساعت اونها رو اندازه گیری بکنن. یعنی ساعت‌ها در حال آب شدنن، قدرتشون رو دارن از دست میدن برای ثبت زمان در دنیا. جالبی که بدونید از سالوادور دالی پرسیدن که آیا تو تابلوت میخواستی به تئوری نسبیت انیشتین اشاره کنی؟ گفت نه، من داشتم به یک پنیر آب شده در آفتاب نگاه میکردم و یهو فکر کردم که چی میشه اگه ساعتها رو اون شکلی بکشم. به نظرتون تئوری نسبیت آلبرت انیشتین درسته یا پنیر آب شده؟ مطمئنم دفعه دیگه که این ساعت‌های در حال ذوب شدن تو مغازه‌های دکوراسیون داخلی دیدید، متوجه میشید که اونها از روی کدوم نقاشی مشهور دنیا الهام گرفته شدن.